کتاب تلوس فصل 12 مترجم مریم کانال سوفیا ساناندا. به خانه بیایید عزیزان، به خانه بیایید. بود 5 در انتظار بازگشت شماست. با سلام، آداما هستم. با کمک سایر تمدن‌های بسیار پیشرفته که در اعماق زمین زندگی می‌کنند، تمدن تلوسیان مدتی پیش به آگاهی بُعد 5 رفت. در واقع ما انتخاب کرده‌ایم که در بدنی بمانیم که سطح خاصی از چگالی فیزیکی را حفظ کرده است. اگرچه بدن ما از نظر ژنتیکی مشابه بدن شماست، اما حفظ یک جسم فیزیکی و ملموس که بتوانید آن را ببینید و لمس کنید، بخشی از مأموریت ما و توافق ما برای کمک به روند صعود زمین است. در خدمت خود به زندگی و به این سیاره توافق کرده ایم که روزی که جمعیت سطح آماده پذیرایی از ما هستند، همراه با آموزه های ما به این سطح از جسمانی نیاز است تا به سطح آمده و به عنوان دوست، برادر و خواهر در میان شما باشیم. از نظر ژنتیکی ما یکسان هستیم و سطح رشد فیزیکی و بیمحدودیتی که به آن تبدیل شده ایم به عنوان الگویی برای شما خواهد بود که می توانید آن را در نظر بگیرید و برای رشد خود در آغوش بگیرید. کد DNA فعلی ما با 12 که شما در مورد آنها می دانید کاملا فعال شدند و 24 دیگر که تازه شروع به کشف آنها کرده اید عمل می کند. اکثر شما 2 DNA فعال و 10 دارید که به دلیل دستکاری ژنتیکی که انجام شده است غیر فعال هستند. با این سپر موقت بسیاری از پتانسیل های الهی خود اکنون تنها با حدود 5-10% از کل پتانسیل خود کار می کند. ما با 100% این پتانسیل کار می کنیم. این پتانسیل همچنین برای همه به طور مداوم با تا ابدیت گسترش می‌یابد، زیرا آنها در ابعاد بالاتر تکامل می‌یابند. در زمان لموریا بیشتر بشریت و همه لموریایی‌ها با 36 DNA کامل کار می‌کردند. در طول سقوط که یک نزول تدریجی در هوشیاری بود که طی هزاران سال اتفاق افتاد، کم نور شدن مداوم 24 DNA رخ داد که تنها 12 فعال باقی ماند. با غرق شدن هر 2 لموریا و آتلانتیس 10 DNA دیگر غیر فعال شد. در این زمان کنونی تمام توانایی های قبلی شما می توانند به تدریج فعال شوند، زیرا قلب خود را بر روی ارتعاش عشق بی قید و شرط و آگاهی بالاتر باز می کنید. گمان زنی های زیادی وجود دارد که رمزگذاری ژنتیکی بشر توسط فرازمینی ها با تمایل به کنترل دستکاری شده است. این تا حدودی برای برخی از تمدن های روی زمین صادق است، اما بدانید که این کارمای بشریت در آن زمان نیز بوده است. این دستکاری با رضایت سطوح بالاتری از سلسله مراتب اداری برای زمین اتفاق افتاد. انسان‌ها که تا آن زمان به سطح پایینی از آگاهی سقوط کرده بودند، برای آنها غیر ممکن بود که با تمام 12 DNA کار کنند. پیامدهای این کاهش شدید و دردناک بوده است که بدون سقوط وضعیت هوشیاری بشر، این تغییر DNA نمی‌توانست اتفاق بیفتد. محافظت از DNA شما همانطور که به آن حجاب گفته می‌شود، به شما این امکان را می دهد که یک بار دیگر از دیدگاهی متفاوت بدون سوء استفاده از قدرت خود مانند زمان آتلانتیس و لموریا در مسیر تکامل خود کار کنید. این به شما این امکان را می دهد که بدون عواقب سوء استفاده بزرگ از قدرت که رخ داده است از اراده آزاد خود به طور کامل استفاده کنید. شما از تجربیات خود خرد پایداری به دست آورده اید. در قلب درونی شعله سگانه زندگی که همان عشق الهی، حکمت الهی و قدرت الهی است، به قطر 9 در میدان گوش شما گسترش می‌یابد
و به شما اجازه می دهد تا با توانایی های خدادادی که حق اولیه الهی شما بوده کار کنید. شما می توانید عمری داشته باشید که معمولاً بین 20,000 تا 30,000 سال به طول انجامد. انتخاب با شما بوده. شما می توانید تا زمانی که می خواهید زندگی کنید و هر زمان که اراده کردید تجسم خود را ترک کنید. این شعله سگانه به شما امکان جاودانگی طبیعی و استفاده طبیعی از جادو و بسیاری از ویژگی های الوهیت خود را می دهد. شما خدایان جاودانه هستید که به شکل خالق خود خلق شده اید بدون محدودیت. در گذشته های دور خود زندگی صدها هزار سال خود روی زمین را اینگونه تجربه کرده اید. در گذشته های دور خود زندگی صدها هزار ساله خود روی زمین را اینگونه تجربه کرده اید. هیچ چیز از شما به عنوان موجودات الهی دریغ نشد. تمام دانش ذهن جهانی به عنوان حق طبیعی شما در نوک انگشتان شما بود. شما به عنوان یک تمدن جمعی از این امتیازات بسیار سوء استفاده کرده اید. وقتی بشریت شروع به سوء استفاده از این مواهب الهی کرد، به تدریج کاهش یافت. دوستان من، این موهبت‌ها را فقط زمانی می‌توان به دست آورد و حفظ کرد که سطح اولیه آگاهی، عشق بی‌قید و شرط، هماهنگی، استفاده صحیح از اراده، استفاده صحیح از قدرت و حکمت الهی در آگاهی، احساسات و اعمال فرد حفظ شود. در زمان غرق شدن هر دو قاره بزرگ و از دست رفتن بیشتر تمدن‌های لموریا و آتلانتیس توسط خدای پدر، خدای مادر، مقرر شد که تنها راه بازگرداندن بشریت به یک پارچگی و خداگاهی اصلی خدا این است که این شعله سه برابر زندگی را به یک 1/16 اینچ کاهش دهند. بشریت دیگر نمی توانست از قدرت‌ها و انرژی‌های خدا سوء استفاده کند. از آن زمان عزیزانم، شما تنها با 2 رشته DNA و 1 بخش کوچک از شعله سگانه اصلی زندگی که در قلب شما می تپد کار می کنید. راه بازگشت شما به تمامیت و کمال سفری طولانی و دردناک بوده است. بدان که این تنها راه نجات شما برای خدا بود. تمام تلاش های دیگری که خالق شما برای بازگرداندن شما به تمامیت انجام داد با شکست مواجه شد و اراده آزاد شما برای سوء استفاده از انرژی های الهی کاملا مورد احترام قرار گرفت. اکنون یک پوشش نقره‌ای عظیم در افق وجود دارد. درصد زیادی از بشریت در کاوش جدایی خود خرد و دانش را به دست آوردند. شما اکنون در چارچوب اراده آزاد تمایل خود را برای بازگشت به تمامیت نشان داده اید. خالق شما با عشق و انتظار فراوان منتظر بازگشت شما برای روزی بوده است که بتواند تمام هدایای اصلی شما را به شما بازگرداند. زمان رستگاری شما اکنون نزدیک است و تمام چیزهایی که به ظاهر از دست داده اید به طور کامل به شما بازگردانده می شود. واقعا هرگز گم نشدند. الوهیت شما هرگز نمی تواند از شما گرفته شود، زیرا این طبیعت واقعی شماست. این تنها به این دلیل پوشانده شده بود که به شما اجازه دهد درس ها، تجربیات و معرفت الهی را برای همه بیافرینید. شما خانه را تنها برای شروع سفر خود ترک کردید و اکنون در آستانه یک دیدار مجدد و با شکوه با تمام آنچه که هستید ایستاده اید. در تلوس به نظر می رسد که ما بسیار متفاوت از شما هستیم، زیرا به طور طبیعی الوهیت کامل خود را در همه زمانها بیان می کنیم. به دلیل روشی که ما برای تکامل انتخاب کردیم، تمام ویژگی های الوهیت ما مدتها پیش ترمیم شد. بازیابی الوهیت شما به سرعت شما را به سطح فیضی که اکنون در تکامل خود از آن برخورداریم باز می‌گرداند.
ما انتخاب کرده ایم که در وضعیت کنونی من اینجا بمانیم و منتظر روزی باشیم که با ابعاد سطح ادغام شده و به الگوهای مورد نیاز شما تبدیل شویم. این راهنمایی به شما کمک می کند تا به سرعت تمام وجود خدایی خود را در آغوش بگیرید و آن را در زندگی روزمره خود نشان دهید. آن وقت خواهید فهمید که همه ما مثل هم هستیم. ما برادران و خواهران بزرگتر شما هستیم و شما را بسیار دوست داریم. چقدر اشتیاق ما برای بودن دوباره رو در رو با شما و کمک به همه شما برای آمدن تمام راه به خانه است. دست ما را بگیرید و شما را ناکام نخواهیم گذاشت. همه موجودات قلمرو نور در اختیار شما هستند و در دسترس شما هستند تا در بازگشت به خانه به شما کمک کنند. به خانه بیایید عزیزان من. به خانه بیایید. بود پنجم اکنون در انتظار بازگشت شماست. ما نمی توانیم شما را به خانه ببریم. شما باید قلب و ذهن خود را باز کنید و هر روز برای بازگشت به خانه انتخابهایتان را بکنید. کسانی از شما که این انتخاب را انجام می دهند، بدن فیزیکی خود را با خود به خانه می برند. در این برهه از تاریخ زمین، زمانی که تمام زندگی در حال رستگاری است، لازم نیست بدن خود را مانند چندین هزار سال گذشته رها کنید. دیگر لازم نیست از نظر جسمی بمیرید. بدن شما تغییر خواهد کرد و مانند بدن ما جاودانه و بی حد و حصر خواهد شد. آگاهانه آن را انتخاب کنید، خود را به روی آن باز کنید و این فیض الهی را از پدر آسمانی، خدای مادر بپذیرید. سوال: آیا بُعد سوم پس از تغییر بزرگ همچنان وجود خواهد داشت؟ این سوالی است که ما هنوز نمی‌توانیم با دقتی که شما می‌خواهید به طور کامل به آن پاسخ دهیم. هنوز خیلی چیزها بلا تکلیف یا ناشناخته در وضعیت معلق است. مسلم است که بُعد سوم تا مدتی دیگر وجود خواهد داشت، اما می توانم به شما دوستان بگویم که برای مدت طولانی پس از جابجایی زمین، سیاره فیزیکی به تعادل مجدد خود ادامه خواهد داد و قرار گرفتن در این بُعد چندان مطلوب نخواهد بود. به همین دلیل است که ما شما را تشویق می‌کنیم که همراه با تغییر بزرگ به ابعاد بالاتر بیایید. در این سیاره چندین جدول زمانی بالقوه به طور همزمان وجود دارد. هر فرد سناریوهای مختلفی را در طول جدول زمانی که به آن تطبیق می‌دهد تجربه خواهد کرد. برخی تصمیم می‌گیرند در بُعد سوم بمانند و این زندگی ممکن است بسیار دشوار باشد. این چیزی نیست که ما برای بشریت تصور کنیم و یا آرزو کنیم. با این حال شما اختیار دارید و اختیار شما تا آخرین لحظه محترم است. آنچه برای زمین و مادر زمین برای بدن بُعد سومش آرزو می کند این است که در نهایت بُعد سوم را به طور کامل از تمام منفی ها شفا داده و به بالاترین سطح ممکن برای آن بُعد ارتقا بدهد. به جای سطح پایینی که برای برخی وجود داشته است. او مایل است بدن خود را به طور کامل بازسازی کند و بیانگر کمال الهی و زیبایی و تعادلی بدیع باشد که در آغاز خلقت خود بود. اگرچه بعد از این تغییر بزرگ دیگر تکامل جدید در بُعد سوم روی این سیاره اتفاق نخواهد افتاد. زمین مایل است این فرصت را برای پادشاهی های موجودات و تمدن‌های بسیاری از ابعاد بالاتر زنده نگه دارد تا هر زمان که بخواهند به لذت بردن از درجه بالایی از فیزیکی بودن در بُعد سوم ادامه دهند. این می‌تواند توسط بشریت، فرشتگان و استادان همانطور که قبل از سقوط روی این سیاره بود از طریق کاهش آسان و آگاهانه ارتعاش انجام شود. آنها تا زمانی که می‌خواستند در تعطیلات از بُعد سوم لذت می‌بردند و سپس به میل خود به ابعاد بالاتر می باز می گشتند. علاوه بر این، هنگامی که منفی ها
از بین برود و زمین به حالت اولیه خود بازگردد، همه موجودات از تمامی ابعاد این سیاره و فراتر از آن می توانند به اینجا بیایند تا مجللترین و برجسته‌ترین تفریح تعطیلات را که کیهان ارائه کرده است تجربه کنند. عزیزان، این یک طرح آزمایشی است، اما هنوز تضمینی نیست، مگر اینکه اکنون از انباشتن زباله و آلوده کردن زمین و تجاوز به منابع او دست بردارید. شاید برای بازسازی خیلی دیر باشد. این تنها در صورتی میتواند اتفاق بیفتد که همه شما در حال حاضر تجسم یافته اید برای احترام به زمین، مادر کیهانی که شما را با عشق و فضل خود حفظ کرده است، موضع بگیرید. بدن او یک پلتفرم منحصر به فرد برای تکامل در اختیار شما قرار داده است که در هیچ کجای این جهان تجربه نشده است. همه شما در این سیاره باید در حال حاضر برای حفظ و بازسازی او موضعی اساسی بگیرید. مقدار بسیار زیادی از خاک و آبهای سطحی به شدت آلوده، ویران، تخریب و تحلیل رفتند. اینک سیاره شما به نقطه بی بازگشت رسیده است. شما کسانی هستید که مسیر آینده هستی را برای بُعد سوم سیاره ما تعیین خواهید کرد. بسیاری از شما انتخاب کردید که در این زمان به منظور کمک به زمین تجسم پیدا کنید. تا زمانی که روش‌های مخرب خود را برای رفتار با مادر خود تغییر ندهید، او دیگر نمی‌تواند آنطور که از او انتظار دارید زندگی کند. ما آنچه را که قبلا گفتیم تکرار می‌کنیم. مادر شما موجودی آگاه، زنده و با قدرت کیهانی فوق‌العاده است. در این مرحله او دیگر نمی‌تواند از انسانیت سوء استفاده کند و اجازه دهد بدن بُعد سومش به خدمت به شما ادامه دهد. وقتی میگوییم لموریا به بُعد چهارم و پنجم ارتقا یافت، با این منظور است که لموریا قبلا در آن ابعاد وجود داشته است. آنچه که برداشته شد انرژی‌ها و طرح اشیری زمین معابدی بود که هنوز در خدمت نور بودند و مردمی که در همسویی با نقشه الهی باقی مانده بودند. این بالا بردن تمام انرژی‌ها و فرهنگ لموریایی بود که سطح بالایی از آگاهی را حفظ کرده بود. تمام آنچه هنوز از نور و عشق در لموریای بُعد سوم در زمان غرق شدن قاره باقی مانده بود، همه چیزهایی که می توانست به سطحی بالاتر منتقل شود بالا رفت. این پیوستن و ادغام انرژی های باقی مانده از بُعد سوم با بُعد چهارم بود. تمدن اینکا مدتی پیش به بُعد پنجم صعود کرد، به جایی که به تکامل خود ادامه می دهد و مردم منتظر استقبال از شما در میان خود هستند. سوال: آیا لموریا به سادگی در اقیانوس آرام ظاهر می شود؟ آیا توپوگرافی زمین کاملا متفاوت خواهد بود؟ بعید نیست که کل قاره لموریا در بُعد سوم دوباره در اقیانوس آرام ظاهر شود. در بهترین حالت چندین جزیره در اقیانوس آرام که زمانی در زمان لموریا قله کوه بودند با زمین‌های بسیار بیشتری در اطرافشان بزرگتر می‌شوند. توپوگرافی زمین با انتقال به سطح بالاتری از آگاهی دستخوش تغییرات بزرگی خواهد شد، اما کاملا متفاوت در نظر گرفته نخواهد شد. وقتی می‌گوییم لموریا به بُعد چهارم و پنجم ارتقا یافت، زمین در شرف تغییرات اساسی است. مادر زمینی شما باید قبل از اینکه به بُعد پنجم برود خود را پاک و احیا کند. ما از شما می‌خواهیم که بدون قضاوت به او اجازه دهید این تغییرات را انجام دهد. او میلیون‌ها سال است که آزار بسیاری از بشریت را بر بدن خود تحمل کرده است و به شما اجازه می دهد تا اراده آزاد را تجربه کنید. او متقابلا از شما قدردانی و احترام کمی دریافت کرده است
و اگر بخواهد به میزبانی بشریت در حال تکامل در سطحی بالاتر ادامه دهد، دیگر چاره جز تجدید و پاکسازی خود ندارد. همه آنچه را که قرار است اتفاق بیفتد، یک بحران شفا بخش در نظر بگیرید. یک گام ضروری در پاکسازی بدنهای فیزیکی و اسیری زمین. در عوض، اکنون از شما می خواهیم که شفقت نشان دهید و پاکسازی و تجدید او را مجاز و حمایت کنید. این به نفع شما نیز خواهد بود. حتی اگر برای مدتی شرایط آشفته به نظر برسد. زندگی در این سیاره همانطور که می دانید در شرف تجربه یک سری دگرگونی های بزرگ است. زنگ اتمام دورانی است که برای بشریت سخت و دردناک بوده است. پس از گذراندن تغییرات شما می توانید مانند ما سطح خاصی از فیزیکی را حفظ کنید. شما قادر خواهید بود خود را به عنوان واقعی و فیزیکی تجربه کنید. درست همانطور که اکنون هستید. وجود شما و همه چیز در اطراف شما به سطح جدیدی از کمال، گسترش و وضوح تغییر خواهد کرد. سطح جدیدی از آگاهی و کمال را با هم ادغام خواهید کرد. همانطور که درک خود را تغییر می دهید، همه چیز در اطراف شما تنظیم می شود و با آن تغییر می کند. زمین همراه با بخش عمده ای از بشریت اکنون وارد یک ماجراجویی بزرگ شده است. شما برای مداخله الهی در دنیای خود دعا کرده اید و دعاهای شما در شرف اجابت است. ابتدا باید آشفتگی هایی را که در بعد سوم ایجاد کرده اید و هنوز در حال ایجاد آن هستید پاک کنید و به مادر زمینی خود اجازه دهید بدنش را پاک کند. شما باید بدانید که زمین مادر کیهانی شماست که بستر شما را برای تکامل فراهم کرده است. توجه داشته باشید که منابع زمینی که شما انقدر زیاد مصرف می کنید و بدیهی می گیرید باعث تحلیل رفتن شدید در درون بدن او می شود. آیا می دانی که درختانی که انقدر آزادانه به این تعداد زیاد می بری ریه های او هستند؟ کریستال هایش نمایانگر سیستم رگ های او هستند و روغنش که این چنین بی امان و بی وقفه می سوزانی همان خون اوست. مواد معدنی و جواهرات او که بدون هیچ ملاحظه استخراج می کنید بخشی از سیستم انرژی اوست. شما باید یاد بگیرید که از منابع زمین به شیوهی بسیار آگاهانه و محترمانه تر از آنچه تا کنون داشته اید استفاده کنید. شما همچنین باید آگاهی ابعاد بالاتر را درک کنید تا در آنجا پذیرفته شوید. موجودات زیادی در لموریا مانند من، آداما، آهنامار، سلستیا، آنجلینا و چندین نفر دیگر در لموریا وجود دارند که در این زمان به میدان می آیند تا قلب کسانی را که ریشه لموریایی خود را فراموش کردند لمس کنند. واقعا مایه تأسف است که چون یادآوری آن برای بشریت بسیار دردناک بوده است، چنین بخش مهمی از تاریخ زمین برای مدت طولانی از دست رفته است. اکنون ما به عنوان برادران و خواهران زمان قدیم شما، به عنوان برادران و خواهران گذشته شما، حال و آینده لموریا و تلوس به هم می پیوندیم تا خاطرات شما را از اینکه لموریا چگونه بود بیدار کنیم. ما گنجینه ها، تاریخ، قلب ها و خاطرات خود را برای شما به ارمغان می آوریم تا برای کسانی که آنجا بودند و هم برای کسانی که در آنجا نبودند یادی از قلب را شعله ور کنیم. برای کسانی که دلشان مشتاق خرد تمدنی از نور، عشق، پرورش و وحدت است، ما اکنون به تدریج تاریخ خود را برای آگاهی بیرونی شما آشکار می کنیم. به زمان حال از گذشته، از طریق صداهای مانند شما، ما از کسانی که در سیاره زمین هستند، در ایجاد و تولد زمین جدید کمک می کنیم. شما عزیزان چندین سال است که برای بهشت روی زمین دعا کرده اید
واقعا نمیدانید برای چه چیزی دعا میکنید یا چگونه میتواند در دنیای شما ظاهر شود. همه شما میدانید که برای مدت طولانی زندگی در ظاهر به این راحتی نبوده است. بسیاری از اوقات زندگی شما بیشتر شبیه سفری در جهنم بوده است تا سفری در بهشت. و بهشت روی زمین کلماتی بودند که فقط در دعاها گفته می شدند یا در افکار زودگذر در مورد اینکه زندگی بدون آگاهی از قلب واقعی شما چگونه می توانست باشد گرامی داشته می شد. تنها یادآوری الگوها از طریق کلمات کافی نیست. یادآوری الگوها از طریق انرژی های قلب بسیار مهمتر است. گروه شما که امروز به یکدیگر ملحق می شوند با هدف بیدار کردن دوباره خاطرات قلب لموریا، با کمک به احیای این خاطرات که زمانی تنها به نظر می رسید بخشی از یک تاریخ گم شده بودند ادامه می دهد. با این حال این خاطرات تا این لحظه به حیات خود، به رشد و بقای خود ادامه دادند. آنها دوباره به زمان حال متصل می شوند و می توانند در خلق مشترک کمک کنند. در تلوس ما مفتخریم که به شما کمک کنیم. ما در مورد نقشی که می توانیم در جهت وحدت چشمنداز زمین جدید ایفا کنیم هیجان زده هستیم. مایه افتخار و لذت ماست که با کسانی کار کنیم که آماده دریافت این اطلاعات و حکمت برای دگرگونی بسیاری هستند. امروز محبت و برکات الهی خود را برای همه شما می فرستیم. ما به شما می گوییم که ما مدت ها منتظر زمان اتحاد بزرگ با کسانی هستیم که در سطح هستند. ما از شما می خواهیم که در مورد آموزه ها و مفاهیم جدیدی که برای بیداری شخصی و تکامل سیاره‌ای به شما ارائه می شود پذیرا باشید. چشمانداز خود را نسبت به آینده سیاره خود و دنیایی که برای خود می خواهید بالا نگه دارید. مهم نیست که چه چیز دیگری را برای بقای خود در این زمان مهم می دانید. دریغ نکنید که وقتی قلب شما با اشاره به گوش دادن و به خاطر سپردن، عشق ورزیدن و احساس عشق متوقف شود. عزیزان، اگر آرامش، عشق و رفاه می خواهید، آن صفات الهی را در هماهنگی کامل و وحدت و آگاهی در قلب خود نگه دارید. آنچه را که واقعا می خواهید آشکار کنید، ابتدا باید آگاهانه در عشقی بزرگ با آن متحد شوید. در این زمان حساس انتقال زمین، ما از شما می خواهیم که ارزش ها و اولویت های واقعی خود را به طور جدی بازنگری کنید. مطمئن باشید آنچه را که اولویت‌ها و عمیق‌ترین ارزش‌های خود می‌دانید تحقق نیات و اهدافی است که قبل از تجسم فعلی برای خود تعیین کرده بودید. عزیزان، به یاد داشته باشید که هر کاری که در سیاره زمین انجام می‌دهید همیشه موقتی و بخشی از گذر زمان است، اما هر آنچه که با در آغوش گرفتن فطرت الهی خود می‌شوید تا ابد با شما می‌ماند. هر لحظه از روز را با آگاهی آگاهانه زندگی کنید که شما موجودی الهی هستید که تجربه انسانی دارید. هر لحظه از هر روز را با آگاهی آگاهانه زندگی کنید که شما موجودی الهی هستید که تجربه انسانی دارید. به یاد داشته باشید که شما انتخاب کرده اید که در این زمان، در این تجسم به اینجا بیایید با این نیت و عزم برای جاودانه کردن بدن و تجسم خود با تجسم کامل تمام ویژگی های الوهیت خود. کاملا آگاه باشید که الوهیت شما بدون نیت اختصاصی و مشارکت آگاهانه لحظه به لحظه شما به طور خودکار آشکار نخواهد شد. هر کاری که در تمام جنبه‌های زندگی روزمره انجام می‌دهید، همیشه آن را به عنوان یک عمل عاشقانه انجام دهید. هرچه می‌گویید، همیشه کلمات حکیمانه، عشق، شفقت و درک را به اشتراک بگذارید. در گفتگوی درونی روزانه خود به هر چیزی که به خود اجازه می‌دهید فکر کنید، آگاهی خدا و قلمروهای نور را در آغوش بگیرید. به زودی به بهشتی
به زودی بهشتی که به دنبال آن هستید مال شما خواهد بود تا از آن لذت ببرید. من می خواهم در این اشتراک گذاری کوتاه به شما بگویم که شما عمیقاً مورد علاقه همه ما در تلوس هستید. هر بار که انتخاب می کنید دوباره با ما ارتباط برقرار کنید، همیشه بسیار خوشحال می شویم. من از طرف خواهر و برادران لموریا در تلوس عمیق‌ترین دوستی و عشق خود را به همه شما منتقل می کنم. پیامی کوتاه از آدما. همه خلقت اول در تخیل شما شروع می شود. این ابزار شما برای تجلی آگاهانه است. از آن برای خلق مثبت استفاده کنید و شگفت آورترین رویاهای شما آشکار خواهد شد. پایان فصل 12.